خب بیاید تو این قسمت در مورد دومیشه یک تعاملی صحبت کنیم یعنی باتن ها برای این کار بیاید یه دونه باتن رو اضافه کنیم ولی قبلش یه اسلاید جدید رو اضافه کنیم روی اسلاید کلیک میکنم و فرام دیس خب حالا که اسلاید جدیدم باز شده میخوام یه باتن رو بهش اضافه کنم برای این کار کافیه روی اینتروداکشن کلیک کنم و باتن رو انتخاب کنم باطنم روی صفحه‌ام ایجاد شده اون رو بزرگترش می‌کنم تا کنترل بیشتری روش داشته باشم. خب بیایید در موردش صحبت کنیم و ببینیم چه ویژگی داره پس روی پروپرتیز پروپرتیز کلیک کنید و میتونید اینجا یه سری نوها رو ببینید البته اینجا میتونید نیم استایل اون رو ببینید که به این معنیه که به صورت کلی استایل ها به چند دسته تقسیم شدن که شما میتونید با استفاده از این نیم استایل های پیچورد یه سری کارا رو انجام بدید البته توی ازامه یه سری تفاوت و دسته بندی وجود داره که مشابه قبلیه ولی خب کارش کمتره شما یه دسته بندی کلی خواهید داشت مثل این دسته که در بالا قرار داره تو این دسته بندی گفته میشه که باتن هاتون به صورت تکس هستن و بیشتر محتوای وسطش مد نظره و توی قسمت بعدی به صورت ایمیج هستن و به جای نوشته وسطش یک ایمیج رو خواهید داشت و در ادامه ترانسپرسی یا دکمه های شفاف هستن که به شما این قابلیت رو میدن تا بتونید هر جوری که دوست دارید تغییرشون بدید و قسمت بعدی قسمت کوشنه. شما اینجا دکمه دارید که میتونید استفاده کنید و به آزمون های قبلیتون برگردید و قسمت انتهایی که به شما این امکان رو میده تا همه دکمه ها رو پشتیبانی کنید. به اول با نوع اول تکس آشنا بشیم و در ادامه توی قسمت استایل نوهای بعدی رو ببینید همونطور که می‌بینید این من اینجا تکس باتن دارم و اگر اینجا روی صفحه اسلاید کلیک کنم شما میتونید یه اسلاید بیرنگ رو رو ببینید که شکل خاصی نداره و بیشتر نوشته و محتوای وسطشه برید ازش یه پریویو بگیریم فرامس اسلاید رو انتخاب کنید و ببینید که چه دکمه ای رو دارید همونطور که میبینی دکمه شما شکل ظاهری خاصی نداره ولی وقتی داخل دکمه اشارهگر موس میره رنگش تغییر میکنه خب در نظر داشته باشید که اسلایت که دارید داخلش باتن قرار داره حتما باید اون دکمه کلیک بخوره تا بره صفحه بعدی یا اکشنی که براش تعریف شده انجام بشه در غیر این صورت از ابتدا تا انتها همون اسلاید نمایش داده میشه بیاید بریم سراغ اینکه ویژگیهای ظاهر این دکمه رو عوض کنیم با تکست باتن آشنا شدید و دیدید که چه ویژگی‌هایی داره مثلا شما اینجا میتونید شکل ظاهریش رو عوض کنید نوشته داخلش رو رنگش رو تغییر بدید بزرگ نمایی براش داشته باشید و اون رو متمایل کنید و یا هر چیز دیگه این انتخاب شماست خب اینجا میتونید بزرگ نمایی و یا بلد داشته باشید و فونت اون رو بزرگتر کنید و حتی فونت اون رو تغییر بدید و یه سری ویژگی‌ها براش در نظر بگیرید اینا همه بستگی به شما داره که میخواید چه کاری رو انجام بدید میتونید بهش سایه و یا انکاس بدید که برای راحتی این کار امکان پذیره و همین راحتی میتونید به این سایه و انکاس هم بدید این بستگی به خودتون داره خب حالا بیایید نوع بعدی رو چک کنیم نوع بعدی که میخوام چکش کنم ترانسپرنته که به شما این امکان رو میده تا یک دکمه شفاف داشته باشید این دکمه شفاف یه سری قابلیت ها مثل بقیه دکمه ها داره رنگش رو میتونید تغییر بدید پهنهای کنارهاشو رو اضافه کنید با اپکسیتی اون رو کم کنید اینا همه بستگی به شما داره که چه کاری رو میخواید انجام بدید همونطور که می‌بینید، به راحتی میتونید یه سری تغییرات توش ایجاد کنید که با هدف قبلی باشه من اینجا هدف خاصی رو دنبال می‌کنم، پس میتونم تغییراتی که دوست دارم داخلش ایجاد کنم خب بیاید با نوع بعدی آشنا بشیم نوع بعدی نوع ایمیج شما اینجا ایمیج باتن دارید و میتونید یه سری ایمج های اولیه رو ببینید که براتون در نظر گرفته شده نوهای خاصی که میتونید ازشون استفاده کنید مثلا این ایمیل یا در ادامه هر ایمیجی که دوست داشته باشید با پریویو گرفتن از اون میتونید خروجیتون را ببینید من اینجا میتونم به راحتی پریویو بگیرم اما ثبت کنید قبلش دکمه بزرگتر کنم خب حالا میخوام ازش پریویو بگیرم فرام رو انتخاب کنم و خروجیم رو ببینم همونطور که میبینید زمانی که شایگر موسمن داخل اون دکمه قرار میگیره رنگ اون تغییر میکنه خب توی این قسمت با ویژگی‌های ظاهریش آشنا شدیم و دیدیم که چه تغییراتی داره و چه های برامون در نظر گرفته شده. تو ادامه همونطور که می‌بینید های قبلی وجود دارن که می‌تونید از تک تکشون استفاده کنید. توی قسمت بعدی میخوایم در مورد اکشن‌ها صحبت کنیم که دکمه ها چطوری می‌تونن با اکشن‌ها کار کنن و استفاده داشته باشن.